تشبیه کردن قطف کی عارف واصل است در اجری دادن خلق از قوت مغفرت و رحمت بر مراتبی کی حقش الهام دهد و تمثیل بشیر که دد اجری خار و باقی خار ویند بر مراتب قرب ایشان بشیر نه قرب مکانی بلکه قرب صفتی و تفاصیل این بسیار است و الله الهادی. قطب شیر و صید کردن کار او، باقیان این خلق باقی خوار او. تا توانی در رضای قطب کوش، تا قوی گردد کند صید وحوش. چون برنجد بینوا مانند خلق، کس کف عقل از جمره رزق حلق. زان که وجد حلق باقی خورد اوست، این نگه دار ار دل تو سجوست. او چو عقل و خلق چون اعضا و تن، بسته عقل از تدبیر بدن. ضعف قطب از تن بود از روح نی، ضعف در کشتی بود در نوح نی. قطب آن باشد که گرد خود تند، گردش افلاک گرد او بود. یاری ده در مرمه کشتیش، گر غلام خاص و بنده گشتیش. یاریت در تو فضایت نندرو، گفت حق ان تنصر الله تنصرو. همچو روبه صید گیر و کن فداش، تا عوض گیری هزاران صید بیش. روبهانه باشد آن صید مرید، مرده گیرد صید کفدار مرید. مرده پیش او کشی زنده شود، چرک در پالیز روینده شود. گفت روبه شیر را خدمت کنم، حیله ها سازم ز عقلش برکنم. حیله و افسونگری کار من است، کار من دستان و از ره بردن است. از سر که جانب جو می شتافت، آن خر مسکین لاغر را بیافت. پس سلام گرم کرد و پیش رفت، پیش آن ساده دل درویش رفت. گفت چونی اندر این صحرای خشک، در میان سنگلاخ و جای خشک. گفت خر گر در غمم گر در ارم، قسمتم حق کرد من زان شاکرم. شکر گویم دوست را در خیر و شر، زان که هست اندر قضا از بد بتر. چون قسام اوست کفر آمد گله، صبر باید صبر مفتاح و سله. غیر حق جمله عدوان اوست دوست، با عدو از دوست شکفت کی نکوست. تا دهد دوغم نخواهم انگبین، زان که هر نعمت غمی دارد قرین.